افتتاح قطعه خاص در ولایت غور امنیت این ولایت را به صورت گسترده بهبود خواهد بخشید. مقام های امنیتی در این ولایت میگویند ولایت غور از 2 سال بدین سو شامل بخش قطعات خاص وزارت امور داخله شده بود که در گذشته مسئولان امنیتی این ولایت به درستی از این امتیاز استفاده نکردند. فرمانده پلیس این ولایت میگوید این قطعه جایگزین نیروهای خارجی در کشور شده که پس از تشکیل کارکرد قابل قبولی داشت. با وارد شدن قطعات خاص پلیس در ولایت غور، ساحه را برای فعالیت مخالفان مسلح دولت در این ولایت تنگ خواهد کرد. مقام های امنیتی در ولایت غور میگویند این قطعه با تشکیل منظم و امکانات پیشرفته وارد این ولایت شده و امیدواری های زیادی را برای مردم این ولایت ایجاد کرده است. احمد فهیم قایم فرمانده پلیس ولایت غور میگوید ولایت غور از 2 سال بدین سو شامل این تشکیل شده، اما مسئولان گذشته برای استفاده از این قطعات کم توجه بودند. به گفته آقای قایم این نیروها جایگزین نیروهای خارجی در کشورند و تا اکنون بازدهی خوبی داشتند. یکی از قطعات موفق در کشور یعنی قطعات خاص ولایت غور افتتاح میکنیم. قبلا در تشکیل قماندانی امنی غور بود، اما از اثر تنبلی های بسیار زیاد این قطعه و این نظام و این امکانات اکمالات به باد فراموشی گرفته بودن. این قطعه که روز گذشته با حضور نمایندگان شورای ولایتی غور و مسئولان ادارات دولتی افتتاح شد، حالا مسئولیت سنگینی در این ولایت دارد. غور از جمله ولایاتی است که حضور افراد مسلح غیر مسئول در آن گسترده است و چالش های قومی عامل دیگری بر ناامنی های موجود در این ولایت. با این حال فرمانده پلیس این ولایت میگوید نیروهای امنیتی در این اواخر تلاش زیادی برای تامین امنیت در این ولایت داشتند و حتی موفق شدند یکی از بزرگترین پایگاه های طالبان در این ولایت را منهدم کنند. آقای قایم تاکید کرد که با آمدن قطعات خاص وزارت داخله به این ولایت امنیت غور از این نیز بهتر خواهد شد. این یک حرکت اصلا تماما عیار و وطن دوست و این حرکت تمام سای منصبا و کسایی که در این راستای ایجاد این قطعه زحمت کشیدن جهان سپاس و همچنان جا داره که از معین صاحب ارشد وزیر صاحب امور داخله تشکری بکنیم تا این قطعه را بر ما روان کردن. ولایت غور از ولایات نسبتا نام در کشور است که مخالفان مسلح دولت در برخی مناطق آن فعالیت قابل توجهی دارند، اما حالا مقام های امنیتی در این ولایت میگویند اکثر مناطق تحت نفوذ طالبان از وجود آنان پاکسازی شده و طالبان دیگر توانایی این مشکل جدی در این ولایت را ندارند. چالش های قومی و موجودیت صلاح در نزد افراد غیر مسئول از دیگر چالش های جدی در این ولایت است که هر از گاهی باعث ایجاد نگرانی در بین مردم این ولایت می شود. با این همه مسئولان امنیتی میگویند در تلاشند تا این چالش ها را نیز بعد دقل برسانند. حالا باید دید فعالیت قطعی خاص در این ولایت تا چه حد روی بهبود امنیت تأثیر گذار خواهد بود.